به آخرین قسمت از فصل 1 دیت ناشناس کاباره خوش اومدید. داخل این قسمت شادی و میلاد مهمون برنامه‌مون هستن. دو روز مونده به دیت و اینکه آماده برای دیت. آره. ای آلت. چقدر فکر کردی؟ آره آمادم، ولی از اینکه آخریش منم. آخه فصل یکی همین دیگه، خیلی برام هیجان انگیز، خیلی باحال است. باید تمام 100% خودتو بذاری. خیلی همه سفر رو دشواری خب دیگه انا یه زدم تا چیل کنه. قصد چیه از این برنامه؟ پیدا کردن شریک عاطفی. نه مشخص نمی کنه، حالا باید دارم جلو ببینم چی بشه. قصدم اینه که شوهر کنم. خوب باشه میبردیش. آره دیگه بیاد بریم که خسته شدم. بذارید آخر بهش بگیم اگه آشقم شد. آره آخر چیز میگم بشید آخر برنامه بهش بگیم. آره بعد اینکه دیدمش اگه بازم پسندید بگیم که دیگه اگه اوکیه بیاد بریم دیگه. داخل این قسمت علاوه بر صحبت ها دو تا چالش جالب داریم، پس ویدیو رو حتما تا آخر نگاه کن و یاد نره که زنگوله چنلمون روشن کن. خیلی خوش اومدیم به کاباره. قسمت 8، قسمت پایانی فصل 1 شما شدیم. خوب خودتون رو یه معرفی کنید. اول خانوما. باش. خیلی ادبی سوال می‌کنم. ادبی هست. من شادیم، 24 سالمه. اینا بعد میگفت فرندز نگی. خودت باید قبلش میگفتی. شما فراموش کن من چند سالمه. من میلادم، فامیلی ایمانیم. بزرگترم یه چند سال هست. یه چند سال بزرگتر؟ جالب جواب دادی. ولی آره ولی نزدیکم. کار تحصیلاتتون هم میتونین بگین که کار تحصیلاتتون چیه؟ من تحصیلاتم حسابداریه، حسابداری خوندم. بعد کارم هم الان توی مارکتینگ هم به طور حرفه‌ای انجام میدم. حالا توی شرکتی هم، شرکت پرووایدر اینترنت. اینترنت ارائه میده، حالا بهت هم گفت. بعد فعلا اونجا مشغولم، حالا ساید کارم هم کار مدلینگ انجام میدم. مرسی. من فوق دیپلم گرافیک دارم، عکاسی و گرافیک. الان ترم آخر لیسانس حقوق بین المللم، این تحصیلمه. کارم هم کار زیاد انجام میدم. توی نمایشگاه تهران کار غرفه‌داری انجام میدادم، کار عکاسی انجام میدم، عکاسی ایونت انجام میدم، برگزاری ایونت انجام میدم، برند لباس خودم دارم راه اندازی میکنم دیگه براتون. مثلا توی بار سرد کار میکنم، یعنی قهوه نوشیدنی. بعد دیگه چرا فعالی؟ خیلی. آره کار زیاد. من فکر کردم من فعال. بعد نظر راجع مدل‌ها چیه؟ مدل‌ها خوبه. مدل حرفه‌ای نه، ولی حرفه‌ای یا ببین حرفه‌ای که به نظر من کسی که خارج از ایران مدلینگ میکنه حرفه‌ای، کسی داخل ایران هیچ جوری نمیتونه. خب خارج از ایران مدلینگ کردی؟ من متاسفانه نه. خودم دارم میگم دیگه، گفتم حرفه‌ای نه. آها گفتی حرفه‌ای نه، فکر کردم که حرفه‌ای. نه حرفه‌ای نمیشه. چرا یکی نه باهاتون دیت کنه؟ این خیلی جالب بود. چه سکوتی شده. داشتم فکر می‌کردم یه جورای خودتو باید دیس کنی تو این سال. خودت دیس کنه به دلیلی که ما بعد بیام کامنت بذارم دیست کنم. آخه خصوصیت اخلاقی هم میشه بعد. آره اخلاقی هم میشه، هر چی میشه. من خیلی زود عصبانی میشم. زود جوش میارم، زود عصبانی میشم. یعنی ممکنه طرف مثلا که تو چقدر عصبانی، تو چقدر بد اخلاقی. خودمو دوست دارم. خودخواه نیستم اصلا. خودخواه کاملا یه چیز جدا. خودم رو یه ذره دوست دارم، برای همین حس میکنم مثلا یکی از دور ببینم یه خودشو میگیره، مثلا اصلا باش دیت نرم، اصلا نرم جلو بهش بگم بریم دیت، با اینکه اصلا اوکی. اگه بخوام خیلی راحت بهت بگم، من اینه که خیلی دوست دارم مثلا اگه تو رابطه باشم، شاید مثلا توی روز شاید چندین ساعتشو بخوام تنها باشم. مثلا طرف شاید مثلا بگه چرا حرف نمیزنی، ولی واقعا من مشکلی با اون ندارم. خب ولی نمیخوام حرف بزنم، مثلا با خودم باشم، حالا هر تایمی چیزی که هستش. طرف میکنه دوست نداری باش حرف بزنی، ولی واقعا من دوست دارم مثلا گوشی دور باشم یه تایمایی. من خودم از اونام که همینجوریام مثل ایشون. مثلا آره واسه خودم دوست دارم مثلا اسپیس خودمو داشته باشم، فضای خودمو داشته باشم. آخه یه جور دیگه هم هست، وقتی مثلا پیش همیم اگه تو با گوشی، یعنی گوشی تو بذاری کنار که نشون میده که واقعا خب ارزش خیلی خب. ولی اگه با گوشی بازم ور بری مثلا یه کاری دیگه کنی که معلومه اون تایمایی که با اون صحبت نمی‌کنی داری کاری دیگه انجام می‌دی. آفرین. این نشون میده. خب تیری کی یاد دیگه. نه در دسترس کم هست، یعنی می‌خوای بگی اینطوریه. نه اینجوری نمیشه گفت در دسترس هستم. مثلا اگه مثلا یه مشکل وجود بیاد سریع مثلا میام پیشت، یا مثلا نمی‌دونم هر چیزی مثلا
اینجوری نیستش که مثلا میگه که الان مشکل برات به وجود اومده، خب میلاد نیستش، نمیدونم فلان، نه اصلا اینجوری نیست. یه تایمایی مثلا دوست دارم چوری مثلا بگم واسه خودت باشه. آره دقیقاً، حتی که دارم کار انجام میدم مثلا. اوکی فهمیدم. من مثلا تو طول هفته دوست دارم طرفو ببینم، واقعا دارم میگم دوست ندارم طرفو ببینم، این که دلم تنگ نمیشه نه ببین بعد برات جذابیت داشته باشه دیگه. خب شاید مثلا تو هفته یه بار دو بار، شاید آخر هفته میخوای ماهی یه بار دو ماهی نه ببین مثلا یک سال رابطه از خود ما چرا ما یک سال با هم بعد از کلا یه 20 بار هم دیگه رو دیدیم از خود دفاع ببین بد شد دیگه. من یه چیزی بگم، ولی واقعا این حرفی که میزنم من قبول ندارم، یعنی به نظر من خودم جزو شلوغ ترین آدمام، یعنی نه من اصلا نمیشم تا شب دارم میدوام، ولی اولویت به نظر من تو اگه بخوای مثلا ببینی روی کراش میزنی بعد از مدت ها مثلا کراش تکست میدی ببینم تو هر کاری داشته باشه کنسل. نه اصلا من منظورم این نبود که من شلوغم، منظورم اینه که چی رو بگم. آها یعنی تو میگی با کیفیت ببینم. من میگم هم با کیفیت ببینمش، هر دقیقه پیشم هم که مثلا یه ساعت بری ببینیشو برگردی. اینو بعضی وقتا اوکی ام، بعضی وقتا واقعا میرم میبینم، حالا دلم تنگ بشه، حالا هر چیز دل اون تنگ بشه میرم واقعا میبینم. خب ولی اینجوری هم کلا توی رابطه اینجوری ام، سعی میکنم مثلا آخر هفته ببینمش و با یه برنامه خوب برم ببینمش، برنامه‌ریزی کنم مثلا بگم بریم این کار انجام اینجوری، یا مثلا یهو پاشم برم پیشش میگم بریم فلان جا. نه خب این آره این تا حدودی نه من اصلا بیزی بودم و نگفتم واقعا مثلا من که نه سلام... منظورم اینه که مثلا خب بنا دیر به دیر هم دیگه رو دیدنه آخه دیر به دیر هم نیست هفته آخه باشی خیلی مثلا میشه خالی کرد، یعنی مثلا اگه اولویتت باشه طرف میشه خالی کرد. 19 اینجوری بود دیگه، 18 19 اینجوری بود که مثلا هر شب با طرف بیرون بودیم. نه از اولش هم بابا من اصلا من 18 19 سربازی بودم. بحث جالبی شد. سربازی رفتی پس؟ من سربازی رفتم. من تو اوجی که همه داشتن تینیجی میکردن شام میکردن من سربازی بودم، یعنی تایی بود که کچل بود. چه درکتشون دادی گفتی سربازی رفته ایش؟ چون اصلا یکی به نظر من از دید خودم و حالا اکثر دخترها و همه شو نمیدونم، ولی خیلی چیز جذابه پسر که سربازی رفته، یعنی واسه خود من خیلی چیز جذابیه. چرا جذابه؟ خیلی دوست دارم. ببین به نظرم اونی که نرفته چرا فرار کردی؟ تو الان رفتی سربازی برای خودت جذاب بود؟ ببین به من هیچ خیلی چیزا یاد داد واقعا. خب من این پارتشو میگم، وگرنه واقعا پارت سختش و اینا رو خب من دور و برم مثلا پسرم به پسر خاله اینا همه دیدم واقعا چقدر اذیت شدم. من دوست ندارم کسی مجبور شه سر بره، ولی کسی که این ریسکو میکنه و میره، چون خیلی از زیرش در میرم و من بهشون حق میدم که نه من خودم پسر بودم از زیرش در میرفتم، ولی این کسی که مثلا رفته از یه سری فیلترها تو سربازی رد میشه و یه سری کارا میکنه تو یه سری موقعیت‌ها قرار میگیره که مثلا این بعدها شاید یک سال دو سال بعد نه 10 سال بعد تازه بفهمه، یعنی خیلی دقیقا. کمکش میکنه تو زندگی. آفرین دقیقاً همینطوریه. مثلا من خودم قبل سربازی مثلا نه ظرفی میشستم نه مثلا ادبی آنچنانی داشتم، من نمیدونم به خودم اینجوری مثلا بیدار میشدم میرفتم میام، ولی وقتی که سربازی رفتم اومدم کارامو خودم انجام میدم، بعد نمیدونم درست مثلا با خانواده زندگی میکنم ولی کارامو خودم انجام میدم، خیلی فهمیدم که چیکار باید بکنم. بعد میگم مثلا بری سربازی قدر مثلا پدر مادرتو میدونین، من واقعا خب الان اینجوریه مثلا هیچ بی‌احترامی وجود نمیاد توی سری تنیه. واقعا این تجربه که مثلا من اگه نری هیچ جای دیگه، حالا مهاجرت هم شاید ولی خیلی ترتمیزتر تو اون فشار تو رو میذاره، ولی تجربه که واقعا شاید جای دیگه ای نتونی اون تجربه تو اون فشار سختیه باشه. آقا این قسمت برنامه جدیده، برای اینکه شما یا باید اون سوال یا اون حرکت جواب بدین یا مجازاتو بکنین. اوکی ترکیبش هم که میدونی چیه ترکیبش؟ دو تا آخه نه یکیه ترکیبش دو تا شکیه. آره چیه؟ سس تند و فلفل. اوه بوشم آخه خیلی بوش منو سوزون دیگه چه برسه خود منم بوش کردم گفتم بعد زیاد سخت نیست. اینه که 10 تا سرچ آخر گوشیتون توی مرورگرتون رو چیزایی خیلی خنده داری آخه میتونه نگاه کنم من آخه برای پاک نکنیم نه نشون معلوم میشه آخه آره باید اسکرین ببینست برام زده کافر اسمو نه به خود دارم تمام به من نشون میدم به خود دارم نگاه میکنم کدوم تپه هیستوری تو بیار بیا هیستوری خب این هیستوری می دیگه ببین یکی زده کافه رستوران شهران رولینگ استون سرچ کردم زدم زندگی نامه گروه خوانندگان دیروز و امروز یکیه نمیدونم بعد
عینک چیز سرچ کردم، پرادو سرچ کردم، قیمتش دیدم پرامری عبدالملک ریگی سرچ کردم، ریگی رو چی سرچ کردی؟ خیلی برام جالب بود، اسمش عبدالمجیده، عبدالمجیده اون یکی گوشه اومده اینترنت هم قرار برای چند تا کتاب هم میخواستم بخورم کتاب عبدالریگی، پرادو یه فریستایل رضا پیشوا هم بود فریستایل، یه سری هم نکندی دیگه یزید آخه مثلا متن آهنگ مجبورم برم مثلا چی مجبورم برم برای کیه؟ مجبورم بکنم برای قیزه برم مجبور چیزه؟ گادپوریه با نمیدونم هستارش کجا میاد آه برو الان بیا اگه چیز فردی بود نگی ها بابا اوکیه ما هممون جب آه من اینو گرفتم من اینو میرم پشت میکنم نه تو رو خدا بده خدا ببینم چیه تو رو خدا ببینم چیه میخورم سوزه رو میخورم نه چیزی نیست به خدا سوزه جیمی چو چیه آها جیمی چو چیه این آخرین سرچم بود این من دو تا عطر دارم جیمی چوه یکیش هم که حالا یکی دیگه است این جیمی چوه عطر جیمی چو بهش میگن عطر فیوریت هم همیشه میزنم و اینا که نیوردم با خودم الان با خدا شو چون گفتم فکر کنم اسپول کردی اون قسمت برنامه نیوردم با خودم الان بعد اینو هر کسی چیز میکنه اینو هر کسی یه جور تلفظ میکنه گفتم اگه ازم پرسیدن تو برنامه بگم جیمی چو یه سری من میگن جیمی چو بگم جیمی چو بعد اونو سرچ کنم که مثلا سوالات چالشی برای بازی ای آره دیگه خب به ذهنم نمیره آم خواستی برای این برنامه آره. آهنگ میشه سمیه آهنگ ماهیا عشق میریزن چک چک تو برکه ماهی از شبایی زاده است دیگه برکه تو اسکار گوش میکردی؟ من گوش نکردم برای آن که میگه چیز عشقی گل امیدم ماهیا عشق نه کاش میشد میگفتی بدونم من اینه شنیدم اونه همونه نمیدونم یه جا شنیدم آهنگ رو یه دو تا دیگه هم سید ببینم نه دیگه تو رو خدا بسته دیگه آفرمون رو پردی نه دیگه خوب بودن چیزی با یه چیزی پیدا کردی قد نرمال بچه 4 ساله برای سرش کردی وای یعنی چی بچه قد نرمال بچه 4 ساله سرش کردی قد نرمال واسه خواستم یه ریل بسازم بعد بچگیام بود بعد قد بچگیام بود گفتم ما من 6 سالم بود قدم چند بود و من کجا بتونم 6 سالت بود قد چند بود بزن تو دیگه دیگه زدم قد نرمال چیه آها یکی دیگه هم میکنم وای تو رو خود اینجا دارم زجر میکشم نه چیز بدی نیست این هم سم میگه ذره دیگه آخه کی تو گوگل سرچ میکنه امروز چند دومه به خدا بعد سرشونه نگاه سه شنبه چند دومه میگم زده بود سه شنبه مثلا یه تایم دیگه برای ورده بود مثلا 1399 و گفتم نه امروز چندمه 1400 چند نیم دو آره نتونستم برای رو بکنم خدا شد خب اوکی پس سوسی خورده نشدیم وسط پارتنر ایدالتون از چه از لحاظ اخلاق و چه از لحاظ ظاهری چه شکلیه؟ ببین اولین چیز که خب همه همینو میان یکی چهره است و خب تیپ و استایل خب خیلی چیز مهمیه دیگه قطعا خیلی مهم چهرهش ساده باشه یعنی ساده ترین حالت ممکن ولی اون سادگی که زیباست عمل و این چیزا نکر باشه این یکی از این بعد ایدئالم دیگه در من نگاه میکنم اونه عملی میکنم آده نگاهش میکنم داره قطعا چقدر سخت نگاه میکنه خوب در آورده اگه خوب در آورده یکی اخلاقشه یکی دیگه قطعا اخلاق خیلی مهمه فکر کنم مثلا تو صبح بیدار میشی مثلا بهش میگی صبح بخیر میگه حوصله ندارم فکر کنم بعدش مثلا چیزا چیکار میگه قربونت نرم حوصله نداری فلان بعد تا شبش همون جوری اینجوری این ترسیده من گفتم بعد اخلاقم اون بعد از این صبح میگه صبح چی بخیر چون من خیلی اعتقاد دارم اون انرژی که صبح میدی تا شب رو آدم میمونه قشنگ هیچ جوری رد نمیشه یکی این که هدف من باشه یعنی هدفی تو زندگیش داشته باشه مثال هر چیزی مثلا بگه که من تا سال بعد میخوام این کار رو انجام بدم حتی مثلا میگم مثلا تا سال بعد میخوام این کتاب رو تموم کنم بخونم من ببین ظاهری بخوام بگم مثلا هیچ موقع تایپ خاصی نداشتم یعنی مثلا بعضی وقت کلن یه کسی کراش میزنم که مثلا هیچ ربطی به یکی دیگه اون کراش هم نداره که مثلا بگم قدش حتما بلند باشه اینا من خیلی وایبی ام یعنی خیلی من از انرژی طرف خیلی مهمه یعنی حالا هر ظاهری هم بگم حالا بعدا دوستان میگن چی اونی که دیشب به من گفتی و بگو اونی که دیشب به من گفتی دیشب به چی کدومو گفتم پسر نباید
خوشگل باشه. آها خوشگل باشه. گفتم پسر نه خوشگل باشه. پسر خوشگل مال مردمه. خوشگل منظور چه جوریه مثلا؟ دماغ عمل کرده باشه، نمیدونم مثلا. نه مثلا خیلی خوشگل واقعا مثلا اینطوریه که من خودم دوست دارم پسر یه ذره نمکی باشه ولی خوشگل نباشه. یعنی چه مثلا قیافه شبیه آجر 4 سانتی باشه. اصلا قیافه مهم نیست. پسر استایل داشته باشه. واقعا قیافه مهم نیست. اصلا قیافه هیچ چیز. پسر خوشگل چی تعریف می‌کنه؟ من که خوشگل نیستم ولی اونجا نگاه کنم من شبیه خوشگل باشم. خب خوشگله دیگه، شبیه دمبل 35 کیلو هم کجا خوشگل ولی بعضا واقعا استایل و تیپ پسر خیلی مهمتر از قیافه است. یعنی تو هر چند قیافه نشوش تیپ و حفظ کنی، استایل و حفظ کنی، دیگه اصلا کسی به قیافه عادی میشه، واقعا عادی میشه. گفتم به دونست، گفتم ستاره ای که پر نوره واسه همه میدرخشه. ستاره کم نور. آره لانگ دیستنس اعتقاد داری یعنی یه مدت این سوالته؟ آره دو نفر کنار هم نباشن. بله یعنی خوبه یا نه؟ اعتقاد دارم، اعتقاد واقعا دارم. یه چیزی که یعنی میشه، یعنی شدنیه یا نه؟ شدنیه. چرا شدنی نیست؟ حتما نباید طرف رو ببینیم. مثلا دیدنه اینجوری که مثلا اگه با هم دیگه دور باشید شاید مثلا یه تایش تیکته دیگه، حالا اون میاد تو میری، حالا هر چیزی که هستش هر چند ماه یه بار همدیگه رو میبینید. ولی مهمترین بخشش تو اون رابطه لانگ دیستنس چون همدیگه رو نمیبینید اینه که باید متعهد باشید. من الان مثلا بگم یه جای دیگه هم، اون چون از دوره نمیدونه تو واقعا کجایی. به نظر من رابطه لانگ دیستنس خیلی 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 سخت‌تره تو رابطه‌ای که تو داری مثلا هر دو روز در میون میبینیش، گوشیشو نگاه میکنی، خودشو نگاه میکنی. گوشیشو چک میکنی تو؟ من نه. نه اصلا. الان لو دادی. حتی پیج هم نگاه نمیکنم. مثلا ببینم کیو فالو کرده، فلان کرد. اصلا میرم رو مخت، اصلا خودت هم چک کنی. ببین میگن هر چقدر بیشتر بدونی، ببینی، نگاه کنی، اذیت نشی. با اینکه اصلا شاید مشکلی نباشه. اگه مثلا آدمی باشه که خیلی فکر میکنه، میدونم اوورتینک کنه، اینا اذیت میشی، ولی نه من اوکی هم مشکلی ندارم. بعضی من خودم هم رابطه لانگ دیستنس داشتم و به نظر من خیلی رابطه واقعی تریه اتفاقا، با اینکه سخته ولی خیلی رابطه واقعی تریه. چون تو داری با همه سختی ها طرف رو نگه داشتی و دو طرف دارین سعی میکنی که این رابطه بمونه. بعد مثلا خب خیلی چیز هست که بقیه درک نمی کنم، مثلا روزای مهمه، روزای تولد، روزای مثلا ولنتاین، تو دوست داری طرف پیشت باشه و نیست، و خب به قول حالا میلاد میری میبینی و دوست داری که باشه و نیست. همه این سختی ها رو وقتی به نظر من قبول کرد و تحمل میکنی، منظورم خیلی قشنگ تر اینکه تنگی طرف بغلت باشه، پیشت باشه، خب این خیلی راحت تره این قضیه. بعد باید روایتی میگن سول کانکتد، یعنی روحها با هم کانکت میشه توی لانگ دیستنس، مخصوصا اگه قبلش هم دیگه ندیده باشین. درسته خیلی سخته ولی خب خیلی راحته اگه بتونی منیجش کنی، منظورم ارزش داره. خب بهم بده یه دونه شو. یه دونه شو. صداتو بنویس بعد بده چی. یعنی نبود بخوام آ چقدر سو گزینه ای یه بعد چیو اگه نتونستی بخونی بهم بگو. خب میخواد میره تو اگه نتونستی بخونی بعد. چند تا نوشتی؟ چهار تا نوشتی؟ چهار تا، ولی خب شاید یه سرش تکرار کنم. اوکی خب اول من بخونم. آره بخون، یه دونه تو بخون. زده اگه یک روز مونده باشه به عمره چه حسه یه بودی بخونم. بگم درست داشتی میخوندی؟ بخون. نه زدی عمره چه بخون. خب آخه داشتم صحبت میکردم، من شاید جا به جا نوشتم. گفتم اگه یک روز مونده باشه به عمره چه ای کاشایی رو انجام میگفتی؟ ای کاش انجام میدادم، ای کاش انجام نمیدادم. یک روز مونده باشه به عمره. ببین همه کارهایی که کردم قطعا هیچ کدوم چیز نبوده که بگم کاش که انجام نمیدادم، ولی قطعا ای کاشام رو این بودش که بیشتر تلاش میکردم. یعنی یه خورده کمتر استراحت میکردم، حتی استراحتی هم اونقدر نکردم، ولی یه خورده کمتر استراحت میکردم و رو اون چیزهایی که میخواستم بیشتر پافشاری میکردم. ای نکاش چی کلمه؟ ای نکاش یعنی کاش انجام میدادم. ای کاش انجام نمیدادم. خب این الان که گفتم ای کاش انجام نمیدادم بود دیگه. ندی که گفتی ای کاش انجام میدادم. بیشتر تلاش میکرد. چقدر سخته این کلمه هایی که کار بود. نه خیلی عادی. ای کاش انجام میدادم، ای کاش انجام نمیدادم. یه داستانه نمیتونم بگم. ولی بعدا به احتمال یه کاش اون کار انجام نمیدادم. اوکی. اگه بالا ایش ندارد. یه میشه گفتش که یه حرکتی با یکی از دوستام زدم و یکی رو دنید اذیت کرد. ای کاش انجام نمیدادم. بیشتر کنجکاو شدم بدم چی بود. بعدا ما میگیم مثلا صحبت اگه میخواییم بدون که میلاد چی کار کرده به این اینستاگرام کاباره یه پیام بدین. چون نمیدونم. خب من گفتم
چه پسر از نظر تو کراشگره؟ تلاش. آها، تلاشگره. ببین پسر که به نظر من زندگی خودش خیلی وقت بذاره و ارزش بذاره و فقط خودشو ببینه، یعنی مثلا به فکر مثلا پول باباشو این چیزای دیگه نباشه، به نظر من خیلی تلاش کرده. من خودم پسر کاری خیلی دوست دارم، پسری که واقعا صبح زود بیدار میشه و خودش تلاش میکنه زندگی خودش، خیلی به نظر من جذابه. حتی اگه شده اصلا خیلی و پول زیادی هم در نیاره، ولی تو همون زندگی کوچیک خودش تلاش میکنه. حتی مثلا تلاشش تلاش باشگاه باشه، یه کار خیلی ساده باشه. خب الان همه اینجوری اینجوری نیستن؟ نه معلومه که نه. یعنی همه باشگاه، یعنی سرکار نمیرن باشگاه برن؟ خیلی کمی ان یا خیلی زیادن؟ ببین خیلی فرق داره. خب باشگاه رو چرا خیلی پسرا میرن مثلا، که اونم همه نمیرن، خیلی ها میرن، ولی خب قضیه کار کردن و اینا، تلاش کردن مثل کار کردن هم نمازه. خب بعد تو یه چیزی بهت بگم، من اینو قشنگ میدونم چون یه تغییر هم انجام دادم. میدونی پسری که تلاش میکنه باشگاه میره و خب یه سری کارا رو نمیکنه، افسردگیش بیشتره تا کسایی که این کارا رو انجام میدن. یعنی دوست داری با که پسری باشه که تلاش میکنه قشنگ چیزی که داره میگه ولی افسرده است، نه که افسرده که قرص و چی؟ نمیدونستم. آره. کسی پسری که بیشتر تلاش میکنه، همین که میگه پول کمی به دست میاره باشگاهشو میره، خیلی در معرض افسردگی. اگه شرایطی پیش بیاد کسی که دوستش داری ازت دور شه و نتونی همراهیش کنی، دوست داشتن رو ترجیح میدی و تحمل میکنی یا بیخیال میشی؟ به این بستگی به اون تایم، به نظر من مدت رابطه داره. مثلا تو یه ماه با یکی رفیق میشی، دوست میشی، میری تو رابطه، میری رفیق میشی، میری تو رابطه، اون یه ماه چیزی نشون نداده. دوستش داشته باشی دیگه، حالا تایم شده یه ماه یه سال فرد دوستش داشته باشی. آخه بستگی داره اون چی جوری باشه، چون اون داره شرایطش رو عوض میکنه. اونم دوست داشته باشی. آره میمونم. قطعا میمونم. بعد سه تا قفل همیشه میتونی باز کنی تو زندگی و کسی نفهمه. سه تا گزینه نوشته. لاله با دوست دختر قبلی. اینو ببین اینجوری گذاشتم. یعنی که با دوست دخترای قبلی دوستات هم با خوشت بیاد و دوست داشته باشی، بتونی اوکی شی، کسی نمیفهمه. یعنی با کراش چیز میابخشی با اکس؟ آره دیگه، اکس دوستات. میتونی اوکی شی و دوستات هم نفهمن. خوب. هر کدوم که خوشت اومد. با خواهر دوستات هر کدوم که خوشت اومد میتونی اوکی شی. سوال بی‌ناموسی. یا اینکه خیانت کنی و کسی نفهمه. خب من اینو جواب بدم. اینه که من بعدی که نمیدونم بعدی چیزی که هستش، حالا بعضیا بهشون هم بر میخوره، من هیچ وقت مثلا دوست دختر تو رو فالو نمیکنم. خب اگه تو یه روزی، این واقعی ها، من این کار رو انجام نمیدم، تو یه روزی با اون کات کنی، من هنون رو فالو دارم و عکساشو میبینم، لایک میکنم یا هر چیزی، ترجیح میدم یعنی تا 99% عشان فالوش نکنم. این حالا من خیلی رو حساسم، عشان دنبال فالو نمیکنم. طرف بوده گفته بیا پیج تو بزن فلان، گفتم ببخشید نمیتونم. بهش هم برم خورده، گفتم کی هستی فلان، گفتم من نمیتونم چیکار کنم. خب کدوم اون قفل اونو باز کنی؟ من نفهمیدم. میگم یعنی قفلشو باز کنی انجام بدی؟ آره یه کدومشو حالا انجام بدی. یعنی سه تا آپشن بهت داده، یا با دوست دختراش، با دوست دخترای دوستات اوکی میشه نمیفهمن، یا با خواهرشون اگه خوشت بیاد میتونی اوکی شی خوشت نفهمن، یا اینکه خیانت میکنی و مثلا خیانت کنی کسی نمیفهمه. خواهر دوستان؟ آره پیش نیومده، خب ممکنه پیش بیاد. من دوستان خواهر ندارم هیچ کدومشون. ببینید خواهر دوستام که قطعا نمیشه، چون نمیفهمه. خب با نه من چون خودم خواهر دارم اصلا از این قضیه داستانا خوشم نمیاد. و سومی هم خیانت کنی کسی نفهمه، از اینم بدم میاد. اون اولیه قفلشو باز میکنه. ببخشید دوست دختر قبلی دوستات باشه کسی نفهمه. نمیشه خیانت به نظرت چه شکلی؟ آره ببین خیانت به نظرم حتما لازم نیست طرف حالا کاری بکنه. به نظرم اگه پارتنرت توی جمع نباشه، پیشت نباشه، تو یه حرفی بزنی، یه کاری کنی که اگه پارتنرت بود تو اون کارو نمی‌کردی، اون حرفو نمی‌زدی، به نظرم خیانت حساب میشه. اصلا مهم نیستش که بره با طرف کاری بکنه، دوست شه، بره تو رابطه، نه. اگه پارتنرت تو اون جمع پیشت باشه اون کارو نکنی و وقتی نباشه اون کارو بکنی، اون خیانت. حالا می‌خواد لفظی باشه خیانت، لفظی باشه خیانت، حرکتی باشه خیانت. یعنی شروعشه یا کلاً؟ ببین خب اون قطعاً شروعشه، یعنی کسی که اون کار رو کنه قطعاً جلوتر هم میره، قطعاً اون جرقه میخوره دیگه. میکروفون من فکر میکنم دم میز آرایشش وایساده. بهتون سه تا عد دادم، یکیش مورد علاقه طرف مقابلتونه. خب این عطر یک استفاده میکنم.
برای شما از این بین سه تا عطر بگید خوشبوترینش، یعنی اونی که انتخاب میکنه برای طرف مقابل کدومه که ببینیم چقدر سلیقه عطرتون نزدیک به هم. قهوه هم میکنم بیاری؟ آم اینا رو چیزه یعنی تو چشیدی؟ نه اون دوتا رو نه، ولی خب انقدر دوست دارم که بقیه هم حالا یه تست کشم بهتره. خیلی خیلی دوست دارم کلا شیرین دوست دارم. نه شاید همشون شیرین. همشون شیرینه. انتخاب یه عطر رو چجوری انتخاب میکنون خودتون برای خودتون یا طرف مقابلتون؟ من که کلن تلخ میزنم. چجوری که انتخاب میکنم عطر انتخاب میکنم که قبلا بوش نخورده باشه. من تلخ تلخ دوست ندارم ولی خب هم خاص باشه. من انتخاب کردم. تو انتخاب کردی؟ بگم اسمشو؟ آره همون چیز هست، اسم زن پوبونه جزمی. جسمین تو چی انتخاب کردی؟ من دیو انتخاب کردم. و هر دوتاتون رو اشتباه اشتباه بودیم. این عطر خودش. آره عطر خودش اینه. عطر تو چیه؟ عطری که تو این انتخاب کردی جاسمین نیست. عطر تو چی بود که بهم دادی؟ نارسیس. نارسیس؟ فوشه؟ دیگه هنوزم بیمونه میشم. این صورتی هست؟ بوی نارسیسو. چی بودی؟ بزله. میگه هنوزم من دیوونه میشم با بوی نارسیسو. دمگین کنم از بوی نارسیسو. چیه آنگه حس معمولی؟ آفرین حس معمولی. نه خیلی قدیم. اینو بیشتر دیستم. اینو بیشتر دیستم. سرقتو نمیخوره تو باید. رد فلگه تو به میگی؟ رد فلگم بی احترامیه. به حرمت شکنی. توی رابطه یعنی یک کس به بی احترامی کنه هر چقدر هم دوستش داشته باشم آدم که بد دهن باشه بی احترامی کنه تمومه. منم یکی از خب منم بگم من خیلی رد اولیش خیلی خنده داره حالا بعد نمیخوام بر بخوره به کسی ولی یکیش کبیره اینکه کبیر رفته باشه توره کبیر یکی کبیر رفته باشه میخوام ازت رد فلگه واقعا برام رد فلگه چون آدم تنها کبیر نمیره که میدونی منظورم چیه خب شاید مثلا با تور بره با دوستاش بره حالا این رد فلگمه دیگه بعد یکی سیگاره نخند دیگه رد فلگ بدی بود نه کبیره خیلی بامزه یکیش دیگه دراگ خیلی روی این قضیه من حساسم و آخریش هم رد فلگ چقدر دیگه بود آره یکی دیگه چی؟ آخریش هم که همون بیادب بودنه که گفت خب یه سوال مثلا اگه یکی باشه که ازش خوشت بیاد خیلی خوشت بیاد بعد بری جالبه می سیگاریه تور کبیرم رفته دیگه چیا با؟ بیادب بودن داره نه بیادبی خدایی نمیشه تحمل کرد مثلا این دوتا رو باشه وقت چیکار میکنی؟ تور کبیر رو سیگار بکشه؟ آره دیگه نه قبول نمی کنم خوشت اومده ازش تشت رو نمیبندی روش ببین خب خط قرمز همه دیگه من نمیتونم خط قرمز همه پاک کنم منطقیه دیگه کبیر که نرفتی؟ ببین حرفش سکوت علامت نزدی بچه که بودی ما رو بردن تو کبیر ول کردن خودمون برگشتیم مثلا میبردن رایان نور و فلان یار با دوستام رفتم با خانواده رفتم با خانواده رو میتونیم فاکتور بگیریم با خانواده بودم با دوستام هم رفتم حالا راجعش فکر میکنم اتفاقا اون موقع هم رابطه من یه تایم یه رابطه داشتم اون موقع سر همون کبیر چیز شد که رفتی کبیر اون کبیر من نمیدونم چرا انقدر داستانه آقا تو این قسمت من یه سری سوال ازتون میپرسم یه سری سوالات اطلاعاتی و یه سری فکته در مورد زنها و مردها و رابطه و اگه کسی که برنده میشه میتونه تیپ اون طرف رو ببینه یعنی به جز صورتش میتونه اون یکی ببینه یعنی یه حالت چیته اوکی گرفتی؟ اوکی متوجه سوال اول گفت بشه باید باید زود سریعتر بگیم باش یا زودتر نزنیم چون ممکنه میسوزه باشه برو به نظر شما در چهار ماه نخست سال 1402 کدوم شهر بیشتر آمار ازدواج رو داشته؟ گزینه ها رو نگفتن هنوز گزینه ها رو هنوز هنوز ازدواج با کسی ازدواج میدونم باشه حواست باشه کی زود در ازدواج خدا ما رو عجب آدمی سری زد خیلی تقلب یعنی گفت خودخواه خراسان رضوی 1 2 تهران 3 خوزستان بگو نه من اصلا این دیتا ها رو ندارم نمیدونم باید حدسی بزنم گفتی خوزستان و تهران و خراسان رضوی ولی میتونم حدس بزنم ولی تو بگو آره نگو تو میدونی تو شانس داری اگه اشتباهی تو تهران یا بگیر سیستم من نمیدونم ولی خب تهران نه من بگم بگو من حس میکنم خراسان رضوی مشهد میشه خراسان رضوی مشهد آره نه شیرین خوزستان درست خب یه دونه تهران بود آره شادی درست گفت
تهرانه. تهران طبق آمار آخه تهران خیلی باش بزرگیه دیگه. تهران 4 ماه اول 26,000 نفر ازدواج کردن ماشاءالله. خراسان از زری 17,000 تا و خوزستان 15,000 تا. دقت کردی همه 60 ازدواج کردن، همه 80 هم دارن ازدواج کردن یا فاپ نه 70 هم نه. آره ما این واسه چی شدن اصلا؟ این 70 ها نسل سوختن. داریم این کارو میکنیم شما بگید. خب بعدی نه این درست و غلطه. میتونم فکر کنه سریع جمع ندی ولی زودتر بزنه. میرا پی ازر فکر کنی بزنی. من حس میکنم بخوای زود بزنی هول میشه. مردها بیشتر از زنها به گوشی اعتیاد دارن. اگر میاد همیشه میمونه. آخه این چه سواله؟ وایسا مردها بیشتر از زنها به گوشی اعتیاد دارن؟ الان ما دیگه درسته یا غلطه؟ خب بگو. غلطه مردها غلطه. غلطه. زنها بیشتر اعتیاد دارن. تو چی میگی؟ من آره، یه غلط. غلطه. جفتتون درست گفتین. خب دیگه اول یعنی من دو هیچم الان دو هیچ عقب. نه دیگه میگی جفتتون درست گفتین. اون اول زنگ اون اول زنگ بزن. دو هیچ باش. میانگین سن ازدواج توی مردای ایرانی چقدره؟ گزینه 1 30، گزینه 2 38، گزینه 3 27. بیرازت. 27 بود آخری؟ 27 38 30. میخوای بگم؟ 30 درست گفتی. معلومه دیگه آخه. 38. چرا اینقدر دیده بدی داری نسبت به من؟ آره. معلومه آخه 30. 30 دیگه. زنها بیشتر از مردها گوش کنه. زنها بیشتر از مردها پیش قدم میشن برای طلاق و جدایی. شادی اول زن. الان غلط و درسته؟ آره غلط و درسته. درسته. زنها بیشتر بهم میزنن. زنها بیشتر میان جلوی. تو چی؟ تو فکر میکنی؟ نه مردا. مردا؟ نه درستش زنها. زنها بیشتر آمار بیشتری نشون. زنها خیلی زودتر عصبانی میشن اصلا یهو دیگه رد میدن. آخه آره زیاد اوورتینگ میکنن. اوکی. زنها بیشتر از مردها غیبت میکنن. دیگه تابلو دیگه بابا. و زنگ میزدی. چی درسته؟ آخه باختم. درسته دیگه. درسته؟ تو چی میگی؟ درسته. پشماتون میذارم بهتون بگم. الان میگه غلطه. میخواستم بگم. آره مردها میانگین 76 دقیقه در روز غیبت میکنن. الان مردها شدن. من خودم پسرم آره. واقعا بیشتر غیبت میکنم به دوستای دخترم. خیلی پایه‌ترم. غیبت نه ولی حرف زیاد میزنم. الوبل ما بهش میگیم. میگیم الوبل کردم. برداشتی صورت همون. همونه که آره همونه که فرستادی. خب. خب بگیم. دو برای برم. آخه یه چیز بگم این نامردیه. این عکس های پروژه شه. خب من نمیدم تیپای خودش اینطوری یاره. داده همیشه پروژه تیپ میزنه. همیشه پروژه تیپ میزنی؟ آیا؟ آقا میلاد؟ جان؟ همیشه پروژه تیپ میزنی؟ عکستون پروژه‌ایه. نه اونایی فکر کنم فرستادم همش لباسی خودم. بعد درست دارم میگم لباسی خودم. خب خوش تیپ خوش تیپ مبارکه. تو این قسمت بر اساس چیزایی که شنیدیم و با هم حرف زدیم به همدیگه باید نمره بدیم از 1 تا 10 که چقدر فکر میکنید پارتنر ایدئالیه براتون؟ از 10 نمره هست؟ ببین آخه تیپ من هم دیده من خورده خطا هم نه کفشت نا کنم. خب اوکی تو نمره دادی؟ آره. یا خدا. برگردونم. 3 2 1. پایینه نه. نه خوبه. فکر کنم شبیه همین. آره. تو پایین داری قطعا. چه ماهی هستی؟ من دیم 10/74. آها دی ماهی. آره. بعد کجایی اصالتاً؟ دماوند. دماوند. دی بازم خوبه. یعنی شناخته. تو چی؟ من تیر ماهیه. خب من مشکل من ببین اصلا یه چیز بگم اینو قبول ندارم اصلا. من خیلی قبول دارم. من ولی قبول ندارم. نمیدونم و شاید خیلی پیش نبودم. واقعا نمیدونم. این که میگن مهر و آبام نمیدونم فلان اون با هم جنگ میکنه. به نظرم آدما متفاوت میتونن باشن ولی شاید واقعی ها من نمیدونم واقعا این قضیه. اکثر کسایی که اصلا باشون در ارتباط باشه اگه یه ماهی باشن خصوصیتشون همیشه به هم باشه
مثلا خرداد دیگه معروفه دیگه. اما من واقعا با خرداد مشکل دارم. ببخشید علی، خب خرداد همشون یه شکلن، همشون یه سبکن. مثلا میگم من خردادی ام، میگم خردادیان شده دیگه. در خردادی. شده که خوبه من نمیدونم. آره نداشتم به ماهی بابا. آها این بری؟ آره. بعد حالا اول ریاکشنتون رو بگید. 3 2 1 من باید بر برگردم. فشارش افتاد. میشناسیش؟ نه یا نه به خود نه یا سر ما خب چرا شده همه اینجوری؟ خندت گیده خواهد بگم باشه سر ما بگم چه شکلی باشم؟ شکلت صدا نمیدونم بابا. ولی فکر میکردم صداش یعنی چی؟ صداش دخترونه تر میزد؟ چجوری بود؟ دخترونه تر میزد؟ یعنی چی میگفتی صداش به نه میخوره صداش به خودش. قدش چی؟ هم قد منو فکر کنم. آره 1.79 نه یه خورده کوچیک‌تر. چی باید بگی؟ چی باید تو ظاهری تو که تیپش دیده بودی؟ من تیپش فیسش رو فکر کردی؟ فیسش کبیر بزرگ تو رو فیسش هم تو یکی از عکس‌ها یک کوچولو صورتش خوب امی آقا نکنی نه یک گوشه گوشه سیبیلش مشخص ولی ما سیبیل نداشتم. آها اون عکس رو جینت داشتی. نظر راجع سیبیل چیه؟ بامزه است. حالا نمره هاتون رو بدم. من نمره خودت زودتر بگو. من خودم کبیر نمره بدم. نه شوخی میکنم. آره چقدر؟ هفت بگو به هم. نیمه میشه نیمه رو توضیح بدی؟ تو میشه سه نمره که کم کرده آره، توضیح بدی؟ یکیش کبیره. یکیش کبیره. یکیش این که تو اصالتو ندیدم. آها خب. چرا عکس اصالتو مدقا نشون ندید؟ استاد چطور الان دیدی؟ من آره اوکی. الان چند میشه؟ الان خب خیلی میمیشه. الان 8 میشه. 8 میشه. آره. هنوز پایین داره. خب. اون یکی دیگهش؟ باید 10 بشه حتما. نه. نه. بوده کسایی که 10 بدن؟ نه. 10 نداشتی. 10 برای خودت. یه میشه برای من. آها به تو 10 بود. به رزلی 10 بود. یه نون. آها یه دونه دیگهش بود. یه دونه. آره تو تقسیم بندیش هم جور دیگه نه همون ارزشی که تو رابطه میمونه تو دراز مدت دیگه میری منظورم چیه؟ یعنی نمیتونم اینو الان بهت بگم. الان بگی. اوکی. تو چیه چرا 1.5 کم کردی؟ من نمیدونم چرا حس کردم بعد میم بدم. یعنی گفتم 8 کم 9 زیاده. واسه همین گفتم وسط بگم. به خاطر اینم آخه اکثرش دوم شبیه هم بود. یعنی اکثر چیزی که میگفت من قبول داشتم. بعد اصلا سربازی رفت بود بابش ده میدادم. یه کار تموم. نه ولی خیلی جالب چالش نداشتیم چون خیلی یاد چالش داشتن تو این کبیر برای چلنج اون قسمت آره کشی کبیر نمیرفتی من میرم خواهد دیسلک رو واسه کبیر باشه 3 2 1 الان باید بگیم نه چه من وسط هم میخوام یه بار دیگه دستش کدوم هر میگیرم شما من بگیم 3 2 1 میگم بابا خیلی سخت نگاه من کنیم باش ناراحت نشی از همون باش میخواهد دیسلک اوکی 3 2 1 خوب داشته نولانی تموم شد که ما فهمی کردیم که باشه بیا بابا دیمون برو بابا دیگه نیمی میخوام دیره بابا ها کجا فهمیدی میخوام تابلو بود ناراحت نشی اگه برعکسشو میدادم چی؟ الان میخوایی بگو طاقتشو داره به آفته کمره حالاته چیه خب بگو نکنی من خیلی ناراحت میشم قلب هم میشم چیزه نه چیزه بعد چیزه بعدی نیست خوبه اتفاقا خواه تو رابطه هست چرا با اینجا بشم شادی موقعی به ایران نیست بدبخ شدم هم به دانگلیسه هست قدر این پرسیدیم گفتی آدم جنسیاره موقعی به ایتالیا هست چی بگیم؟ یه بیلیت دیگه خب بیا اصلا نمیدونه باید چی کار کنه دو به شک هم باید فکر کنم میتونید با هم همون دختر ناز میکردن الان چی شده با فکر نه بابا به خود من کی باشم که بخوام این کارو دل به تلتون گوش بدین من دادم آقا بیا نه 3 2 1 چه شده نمیبندی روش ببین خب خط قرمز هم دیگه من نمیتونم خط قرمز هم پاک کنم آقا میلاد عاشق که بشی خط قرمزات هم فراموشت میشه
آره داشتم. آره. آخیش. چه ماموریت سختی انجام دادم. خب بچه‌ها سخنی پایانی چیزی نداری؟ باید حرف بزنی؟ پایانی در زندگی. در زندگی. بذارید فرصه بشکنم. هیچ کسی من اندازه خودتون خودتو دوست ندارم. خیلی سلف لاوی دیگه. بچه‌ها من لوکال باشنگ. این هم بذارید. اکتیوی شد. آقا مرسی که بچه‌های تو خونه. مرسی که این برنامه رو دیدین. این آخرین قسمت فصل یک بود و اینکه مرسی تا اینجا با هم بود. چی؟ با منم می‌خواستم برات بیارم به خودو. آره دیگه مشک بود. نه پیام یه سری آتیش نگیرم. چه اتفاقی؟ کجا می‌رسیم؟ فصل اینجا کارواری سازا بالاخره تو نفر به هم دیگه جوش داد. آره. نازنین تو صورت بگو یه جمله بگو فصل یک چطور بود؟ فصل یک سخت بودن واقعا نمیدونستم قرار چی بشه و اینکه همه مهمونا رو دوست داشتم با شما بیشتر حال کردم شما دو تا واقعا میگی؟ آره. ناراحت نشینا. چون اینجا نمیدونم میگم. و اینکه ان شاء الله فصل بعدی هم ببینم تو برنامه دیگه. چه خوب شد برای زنتون رو دهن همه تون چه تیز هم هستش میزنم میره بیا باید بیشتر بزن نه نزن دیگه تموم؟ آره بای بای کنی بای بای کنی بابا شادی بگیری شادی بابا خودش دیگه زنتون رو